سلام دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی چهارشنبه دوم آذر دوستان عزیزان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین خیلی خیلی خوش آمدین عزیزان دل و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یارانی که هستین در کنارم عزیزان دل بریم ببینیم با هم دیگه چه خبر است در انرژی های شما اولین کارتی رو که دوستان کارت هیجانات شما مثل همیشه اپ اپ اپ. دو تا کارت افتاد دو تا کارت افتاد میذارم دیگه خب ببینید دوستان حرف از خواب و رویا پردازی شما خواب شیرین و همچنین یک مقدار فانتزی بودن شما باعث یک مقدار گماگیجی بودنتون میشه پشت کارت ها هر فاز افتخار و حرف از عشق میزنه بسیار زیبا اوکی رویا پردازی میکنیم یه مقداری توی رویا هامون گمو... گم, شدیم بهتر خیلی خوب آدم یه مقداری رویا پردازی کنه و مسائل فانتزی ببینه تا زمانی که از حقیقت آنچنان دور نشده که در یک زندگی متوازی با زندگی واقعی زندگی کنه خب بریم ببینیم کارت بعدی دوستان چه, کار... چه کارتی هست چه حرفی به کارت بعدی عزیزان دل حرف از خوشبختی شادی و اینکه سرنوشت در کنارتون هست و شما رو به اون جایی که باید میفرسته یک سریاتون در یک ایستی بودیم مجبور به ایست بودیم و الان به حرکت داریم در میان دوستان زندگیتون به حرکت در میاد چرخه زندگیتون و بریم ببینیم کارت بعدی بله کارت بسیار زیبای سرباز آب افتاد دوستان سرباز آب اینجا برای من حرف از مسائل شیرین باز هم مسائل معصومانه این چیز کوچیک یک رویایی دارم که در ابتداش هستم و اینکه خوشحال هستم رویا پردازی می کنم خواب و خیال می بینم بسیار زیبا کارت های معصومانه ای دارم می و بسیار خوب و ببینیم ممکن هست خبری به گوشتون برسه در ابتدای مسئله باشین مسئله خوب دوستان مسئله که حال دلتون رو خوب میکنه بریم ببینیم،, ببینیم کارت بعدی مسئله هست که با تاخیر داره سراغتون میاد ولی داره سراغتون میاد باید خیلی زودتر از اینها اتفاق میافتاد ولی خب الان داره اتفاق میفته و حتما موقعش هست الان موقعش هست سان. این کارت بعدی و حرف از شدت گرفتن مسائل در زندگی تو میزن پس از یک مسئله کوچک داره شروع میشه این خوشبختی و به سمت یک مسئله بزرگتر داره میشه به این میوهی به این رسیدگی و به این زیبایی و, و به ظاهر خوشمزه داره در این قدم برمیدنه یک مسئله تو زندگیتون داره شکل میگیره از یک نطفه شروع میشه و شما رو به سمت بزرگتری داره میبره دوستان خب بریم ببینیم کارت های دیگه در ابعاد مختلف زندگیتون دوستان چه پیامی دارن براتون کارت بعدی در سر شما دوستان حرف از مکالمه میزنه مسائل رو براتون دارن شتاب پیدا میکنن تجربیات جدید میخواین به سمت تجربیات جدید برین مسائل دارین روشن میکنین که اگر مکالمه ای داشته باشین مکالمه ای باشه مشخص برنده اگر که تجربه میخواین برین به سمتش برین دوستان این هستش که مسائل به سمت یک روشنایی برین هدایت شده هستین در کنارش در مورد مسائل احساسی شانسی پیشنهادی داره به سمتتون میاد که شما رو از این حالتی که یک حالت بستگی که دارین در بیاره ببین در مورد مسائل م... کاری شما در مورد مسائل کاری شما باز هم آس افتاد آس در مورد مسائل احساسی آس در مورد مسائل کاری که حرف از شروع میزنه دوستان مسائل دارین روشن میکنین تصمیمی میخوام بگیرم به سمت موفقیت برم همه چیز روشن باشه و خودم رو رها کنم و اینکه از یک گذشته ببرم به سمت آینده با روشنایی کامل قدم بردارم در مورد مسائل مالی دوستان دارم میبینم که مقداری دست پای شما بسته هستش و مجبور به ایست هستین در دامنه مالی و در دامنه اجتماعی به چه خبر هست دوستان در دامنه اجتماعی دو تا کارت براتون افتاد رستاخیز و اینکه عدالت دو تا آرکان ماژور براتون در دامنه اجتماعی افتاد مسائل دارن تغییر پیدا میکنن جان دوباره گرفتن و واو, با... واو. کارت بسیار زیبایی این پشت کارت کائنات کائنات در کنارتون هست دوستان به اون اورج به اون تکاملی که باید خواهیند رسید دورو براتون آدم زیاد هستش چیزی رو فرو میریزیم و اینکه دارم اینا به اون به سمت عدالتی که باید داریم میریم جان میگیریم تصمیم میگیریم که مسائل روشن بشن شروعی دوباره در زندگیمون در دامنه اجتماعی خواهیم داشت دوستان در دام چالش شما این هستش که حرکتی انجام بدیم با جون دل دوستان صادقانه و ببینیم که کار... کارت دیگه چیزی که کمکتون میکنه چی هست دوستان چیزی که کمکتون میکنه عزیزان دل اون چارچوب مستحکمی که در زندگیتون دارین اون پایه و اساسی که در زندگی خودتون بیان بنا کردین حتی چارچوب اخلاقی هم ممکن هست باشه حال باز هم یک آس این پشت افتاد باز هم شروعی که توی زندگیتون داره به وجود میاد کمکتون میکنه به چه سمتی میرین عزیزان دل ببین؟ به سمت ببینیم. یک آرامش میرین به سمت یک دوره نواحت میرین به سمت بهبودی مسائل بعد از یک دوره سخت دارین میرین عزیزان دل اوکی من یه خلاصه از کارت ها میگم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه پس خواب و رویا دیدن شما رو دارم میبینم رویا پردازی شما رو و خوشبختیتون رو دارم میبینم مسائل روشن میشن به سمت یک خوشبختی داره میره یک چیز کوچکی داره به وجود میاد پیامی هست پروژه هست هر چیزی که هست از یک چیز کوچک داره شروع میشه که با تأخیر داره سراغتون میاد ولی داره سراغتون میاد و شدت خواهد گرفت در سرتون به فکر یک مکالمه هستین یا مکالمه به سمتتون میاد یا اینکه تجربی تون همه چیز زیاد هسته و اینکه میخوایم همه چیز دیدیم که روشن باشه با شفافیت اگر مکالمه کنم اگر به سمت تجربه میرم همه چیز با شفافیت باشه و درست حسابی باشه در دامنه احساسی یک شا... پیشنهادی ممکنه به سمتتون بیاد شانسی در خونتون بیاد در دامنه یک کاری دارم میبینم که شروع افتاده روشنایی افتاده براتون باز هم هدایت شده هستید در دامنه مالی دارم میبینم مقداری دست و پاتون گیر هستش مجبور به ایستی هستین در دامنه اجتماعی دو کارت دو تا آرکان ماژور یا تاروت کبیر افتاده که حرف از مسائل مهم میزنه رستاخیز براتون افتاده جان دوباره گرفتن روشن شدن مسائل و یک شروع دوباره در زندگیتون گرفتن و اینگونه هستش که ادالتی ببینیم کارت ادالت در زندگی شما رعایت خواهد شد دوتا کارت برای من حرف از قضاوت و ادالت دوستان همه چیز روشن خواهد شد بنابر آنچه که انجام دادم همون رو برداشت میکنم در چالش شما این هستش که صادقانه عمل کنید و چیزی که کمکتون میکنه اون چهارچوب مستحکم و ارزش هست و به سمت یک شفا به سمت یک به معروف دوره نقاحت میریم تلاش میکنم در دامنه ای که مد نظرم هستش خب و اما بریم ببینیم که دوستان چه خبر هست در کارتهای دیگه و از فرشتگان عشق برای مسائل احساسی استفاده میکنم دوستان دو تا کارت میکشم براتون ببینیم چه خبره خب میگه که قلبتون رو باز بذارین و اینکه عشق رو دریافت کنین و کارت بعدی حرف از این میزنه مشکلات ممکن هست مالی و شغلی باشه برای یک سری من فکر میکنم که در بین عشق و کار شما کار و مادیات رو انتخاب کردیم و زندگی احساسیتون رو توی یک گیمه یا پرانتز گذاشتیم پس بنابراین این کار شما رو دعوت به گشایش قلبتون میکنه دوستان ببینیم با هم دیگه قطب است و نه جنس معنیست منظور خانم ها نیستن منظور افرادی که مسائل احساسی و مادی ببخشید مسائل احساسی و معنوی براتون مهم هستش معمولا شما دوست عزیزی که دارین این فال رو نگاه میکنین هستین ببینیم چه خبر هستش آش تحت تاثیر کسی هستین دوستان و نمیتونین اون رو فراموش کنین اوکی میگی که من به سمت اتفاقات جدید میرم و من پروژه های جدیدی دارم اوکی و اینکه من خواهم که تو اون کاری رو انجام بدی که من میخوام و من نمیتونم خودم رو رو, رو کنم به این کارت هاتون من کاملا قطب های معنیسی رو میبینم که روی خودشون دارن کار میکنن و اینکه این, این دفعه دیگه به قول معروف مثل دفعه قبل نیستش آنچه که آنچه چرا که من میخوام برای خودتون یک سری برنامه ها دارین کنترل میکنم بر خواسته های خودم و نمیخوام م... نمیخوام همیشه متوسط پذیر باشم یک چیزی باشه که واقعا به اون خواسته من بیشتر نزدیک باشه کسی رو در نظر دارین ولی با همه این احوال با اینکه احساس شاید به اون شخص داشته باشین در دنیا رو روی خودتون نمیبندین و الان دارین خودتون رو در میابین و خواسته های خودتون رو یه زمانی هست من میگم میگفتم من میدونم چی نمیخوام پس بنابراین میتونم با منها کردم بفهمم چی میخوام الان میگیم هم میخوام میفهمم چی میخوام توی زندگی زندگیم و هم اینکه میفهمم چی نمیخوام توی زندگیم و بریم ببینیم که دوستان عزیزان قطب مذکر و نه جنس مذکر افرادی که مسائل مادی و دنیاوی براشون خیلی مهم هست و ارزش هاشون ارزش های پایین دنیا هست وجهه اجتماعی روابط خونی همه اینها براشون از همه چیز مهمتر هستش کمیت رو بر کیفیت همیشه ترجیح میدن ببینیم باز هم میگه که من متعادل هستم خدا از دهنش بشنوه ترازو دستش هستش ببین مسقالی کار میکنه یه چرتکه دستش هست خود به مذکر دوستان و اینجا میگه خجالت زده خب ما هم که میدونم تو خجالت زده هستی حالا داری به روی خودت نمیاری در واقع و اینکه میگه که من از رفتار خودم خجالت میکشم برای که کارهای اشتباه زیاد انجام دارم و نمیتونم برگردم وای بر احو... وای بر ما وقتی که قطب مذکر تازه متوجه کارهای اشتباهی که کرده بشه یعنی اینکه دیگه به قول معروف خودش اشتباه میکنه ولی باز هم قطب مؤنث مز... باید به قول معروف اون تصفیه حساب کنه یعنی اینکه حالا که من کارهای بدی در حق تو انجام دادم روحیه و شجاعت و اینکه بزرگواری اون رو ندارم که بیام از تو معذرت خواهی کنم پس بنابراین فرار میکنم خب ببینیم کارت بعدی دوستان حرف از وابستگی میزنه و اینکه میگه که من میترسم از اینکه تنها بمونم و اینکه من نمیخوام دیگران رو به خاطر تو از دست بدم ببین دو تا از کارت هایی که برای سه شنبه افتاده بود برای قطب مذکر افتاد قطب مذکر وابستگی هاش هست پس این حالتی که میگه که من دارم متعادل میشم هنوز نه هنوز حرف دوستان تا زمانی که قطب مذکر متعادل بشه تا گوساله گاو گردد دل صاحبش آب گردد پیر نیست که بخواین روش گمبت بسازیم به هسته درونی خودمون برسیم قطب مذکر رو بذاریم اگر قطب مذکری که تصحیح بشه دنیا به سمت بهتر خواهد رفت خوشبختی بیشتر خواهد شد دوستان پس قطب مذکر هنوز در این انرژی های بد و پایینش قرار داره خب بریم ببینیم که دوستان فرش... عزیزانی که در جدایی هستین چه پیامی برای شما دارن شخص احساسیتون شخص مورد نظرتون چه پیام بردون داره من از راه دور تو رو میپام در جریان کارهایی که میکنی هستم به هر صورتی اخباری دارم یه وقت میاد که تو رو روی شبکات اجتماعی نگاه میکنم و اخباری به دستم میاد و اطلاعاتی کسب میکنم یا با از طریق اشخاصی که میشناسم اینا یه اطمینان خاطر به من میده ولا اینکه اعتراف نمی کنم خب اینم از در گذشته احساسیتون و اما بریم ببینیم که فرشتگان مقرب من اخباری برای تو دارم چشماتو خوب باز کن و گوشاتو باز کن برای اینکه چیزی رو دارم برات تغییرات ظریفی که دور برات و برت هستن رو نگاه کن من در حال آماده سازی یک سورپرایز برات هستم برای تو چیزی که حال تو رو خوب میکنه و باعث لذتت میشه من شنیدم تو من به حرف تو گوش دادم و قصد و نیت من این هستش که به توازای تو پاسخ بدم خب ببینیم عزیزان دل عزیزان از دست رفته و در گذشتگان چه پیام براتون دارن آشتی کن آیا اون این انرژی رو که داری از دست میدی رو نمیبینی؟ تیتر کارت این هستش که آشتی کن دوستان صلح کن خواهش میکنم با خودت آشتی کن اون جایی که من هستم بیشتر درک میکنم چیزی رو که زندگی کردم بنابراین به من برای من این کار رو انجام بده و انرژیت رو بیشتر برای محافظت از خودت و مراقبت از خودت استفاده کن دوستان عزیزان روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه و یاد و, ش... و یاد و, نامش و نام شهدای عزیزمون شهدای آزادیمون بزرگ و بزرگ باشه روی ماه همتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار دوستان